سلام گرم به شما بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در حضورتون امیدوارم که ایام تعطیلی را خوب و خورم و خوش گذرانده باشین و کسانی که در کشور خارجی هستن ایران عزیز که تعطیلات سال نو رو پشت سر گذاشتن و هموطنانی که در داخل کشور هستن هم که با فصل سرما و برف و تفریحات سالم بتونن ایامشون رو پر کنن و بتونن از این موقعیت های طبیعی کشورمان که کوه و برف و ورزش های زمستانی خیلی زیادی را میتونیم استفاده بکنیم بهترین استفاده را ببرن چون شرایط جغرافیایی یه سری کشورها اینقدر محدودیت ها داره که مردم شاید چند روز و چند ساعت مسافرت میکنن تا به یه ذره برف برسن یا یه ورزش زمستانی بتونن داشته باشن بحث امروز ما راجع به بیماری های ستون فقرات در واقع بیماری های نخا هست که بیشتر به قطع نخا می پردازیم که سپاینال کورد اینجوری میگن در این بحث چون خیلی مسائل زیادی هست و شامل پیچیدگی های زیادی هست در دوران رکاوری و از شرایط مختلف این بیماری من سعی میکنم تا جایی که وقت اجازه بده یه مختصر آناتومی بهتون بگم و یه سری مسائلی که مربوط به ریکاوری و درمان های بعد از این مسائل قطع و بیماری های قطع نخواهی پیش میاد و براتون توضیح بدم خب در قسمت اول به آناتومی بیماری های قطع نخواهی پردازیم این بیماری ها متاسفانه یکی از مشکل ترین بیماری های بدن هستن میتونیم بگیم چون علاوه بر این که از نظر فیزیکی بدن رو داغون میکنه و فرد رو میندازه از نظر روحی هم مشکلات خیلی زیادی برای شخص ایجاد میکنه وقتی که در نظر بگیریم خدا یه که نفر تصادف میکنه با موتور با ماشین بعد چند روزی تو کماست یهو میاد بیرون میبینه نه دستی حرکت میکنه و نه پایی به همین لحاظ امیدوارم که کسانی که این بیماری رو دارن بتونن به بهترین نفع به بهترین درمان ها دسترسی پیدا بکنن و اطرافیان و فامیل های این مریض ها بتونن بهترین کمک را به اینا بکنن و بهترین شرایط زندگی برای اینا فراهم بشه و بتونن به زندگیشون ادامه بدن با کیفیت خیلی خوب خب این بیماری های قطع نخا اول از همه اینو بگم که دو نوع داریم یکی کمپلیت سپاینال کارد میگن که دیگه کامله نخواه و دومی این کامپلیت نصفش در واقع قطع میشه من یه فیلمی از دستان خواهش میکنم نشون بدن یه سری توضیحات رو روی این آناتومی بخش آناتومیش میدم براتون امیدوارم که مورد پسند قرار بگیره و بتونیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم خب همینجوری که میبینین اینجا نخواه نشون میده که سلول های با مغز نورون ها میان و از داخل یک سوراخی که سخون های ستون فقرات تشکیل دادن میرن و پایین کمر و از هر قسمتی یه سری عصب ها میرن بیرون و باعث میشن که ما اعصاب حرکتی و حسی را داشته باشیم و مسیج های مغز به طرف دست پا بره و برعکس در اینجا میبینید که یه قسمتی از جراحت نخار را نشون میده که این جراحت ها میتونن همینجور که گفتم کامپلیت باشن یا این کمپلت باشن اینجا این کامپلیت نشون میده یعنی در واقع کامل و غیر کامل و دلیل اصلی این جراحت های نخا یا تراما همون تصادفات و اینجور قبیل مشکلات هست که پیش میاد و یا بیماری هایی چون مثل تومارهای سرطانی و امثال اینها یا میکروب ها و ویروس ها که هر کدوم از اینها میتونن منجر بشن یا به قطع نخای کامل یا ناقص و یکی از منشه های دیگه این بیماری هم همینجا اشاره بکنم که متاسفانه جنگ ها هستن یا ضربه گلوله و غیره هر چند اینا در نهایت به جای میرسن که دوست دارن روپای خودشون واستن و ترجیح میدن که کمکی از کسی نگیرن بعد در قسمت آناتومی این هم اشاره بکنم که بنا به قسمتی که این سانحه یا حادثه به وجود میاد که در چه قسمتی از لول بالا تا پایین در واقع سیوان که پشت گردن شروع میشه تا t 12 در واقع اصلش تا تی 12 با قشنگ به جایی که قوس پایین کمر میرسه بنا به قسمتی که این حادثه یا جراحت پیش میاد از کار افتادگی یا فلج شدن دست و پاها و سایر ارگانهای بدن فرق میکنه معمولا اینجوری که هرچی این جراحت بالاتر باشه رو به گردن باشه مشکلات بیشتره معمولا اینایی که تو خود مهره بالایی گردن این جراحت رو میگیرن بیشترین مشکلات رو دارن که خیلی هاشون حتی قادر به تنفس هم نیستن فقط تنها حتی نمیتونن حرف بزنن حتی نمیتونن غذا بخورن و متاسفانه خیلی هاشون منجر به مرگ میشن ولی از C3, 4, هی میاد به پایین بعد تراسیک لول میرسیم که T1, 4 میگن تا دوازده هرچی به پایین میریم اثرات بیهسی و از دست دادن پارالایز شدن دست پا در واقع کمتر میشه و پس اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که از ستون فقرات از طرف سر به پایین که بریم هر چیز یا جراحت پایین تر باشه به نفع مریضه چون میتونه اعضای بیشتری را استفاده بکنه و همونجوری که اشاره کردم بدترین نوش تو قسمت گردنه و این تفرک ها چون در نظر بگیریم که تمام مایچه های سینه قفس گردن و حتی تنفسی به عنوان مثال شش و اینا یه سری عصبایی از این قسمت های گردن به اینا میره که به از به مایچه،, مایچه های تنفسی میگه که حالا باز بشین بسته بشین که شش بتونه اکسیژن رو رد بدل بکنه پس تمام این حرکت های غیر ارادی هم با مسیج هایی که از طرف مغز میاد انجام میشن و همچنین علاوه بر اعصاب حرکتی که به دست و پا میره باعث میشه که دست و حرکت بدیم، پا رو حرکت بدیم، کار روزانه رو انجام بدیم، یه سری عصب‌هایی هم به مغز برمیگردن که های حسی میگیم مثل حس کردن گرما، سرما و غیره، درد و همچنین یه سری رفلکس ها هستن که از این قسمت نخارت میشن. پس با جراحت پیدا شدن در هر قسمتی از این نخای ما میتونه تمام یا قسمتی از اعصاب حرکتی، اعصاب حسی و رفلکس ها کاملا از بین برند بنا به نوع جراحت و اینکه آیا شخص موقع افتادن به عنوان مثال به عقب خم میشه کمرش میشکنه یا به جلو خم میشه یا از یه طرف از وسط که بخواید در نظر بگیریم به چپ و راست پس به هر قسمتی که جراحت وارد بشه تو نخواه ما که یک دایره در نظر بگیرید که از بالا به پایین میره اگه به قسمت عقبش خم بشه که به خاطر هایپر فلکشن هایپر اکستنشن میگن معمولا بیشتر این نوع شایعش هم هست که شخص به عقب یا خم میشه کمر میشکنه بیشتر از یه سری عصب ها از بین میافتن اگه قسمت جلوش باشه یه سری دیگه اگه قسمت چپ و راست پس مهم اینه که شما بدونین چجوری این دوران رکاوری رو مدیریت بکنید و به نتایج بهتری دست یابید چون با یه سری توضیحاتی که در ادامه بحث میدم براتون مشخص میشه که این مریضا از کجا به کجا میرسن واقعا میتونیم بگیم یه نوع معجزه رخ میده یه نوع تحولی تو این انسان های این بیماری هایی که این مشکل دارن قطع نخواهی رو دارن روی میده که تو هیچ مریض ببخشید مریضی دیگه شاید نتونیم ببینیم و در واقع میتونیم به اینجا برسیم که انسان ها که در تحت فشار که قرار می گیرن هرچه این فشار بیشتر باشه تحول میتونه بزرگتر باشه و امیدوارم که ما بتونیم هممون خود من که اینجا میشینم بهتون میگم خود منم هزار مشکل دارم دلیل نمیشه که من پیغمبر باشم نه منم اشتباه میکنم منم در مورد سلامتی مشکل خواهم داشت و داشتم پس مهم اینه که ما به یه سری نکات توجه بکنیم که بتونیم از خیلی از موارد جلوگیری بکنیم و همونجور که میدونین استراحت ورزش و تقصیه مهمترین اون هست و بحث ما هم همیشه رو ورزشه چون در همونجور که سری پیشم گفتم در طی در 15 سال اخیر این علم ورزش دگرگون شده تحول پیدا کرده 80-90 درصد چیزایی که اجرا میکنن روی مریض ها از تحقیقات خیلی خوب و معتبر اومده و چون در کشور ما این علم فیزیوتراپی یا ورزش از طریق علم هر چی که اسمش میخوام بذارین شناخته شده نیست و شاید 50 درصد مردم اصلا ندونه فیزیوتراپی چی هست تو کشور ما در طی 10 15 سال اخیر خیلی بیشتر شده مردم خیلی میرن ولی من بازم تنها هدف من اینه که در طی این برنامه ها بتونم یه توضیحات ساده ای بهتون بدم که بدونین این علم چقدر جایگاه خوبی داره و چقدر مؤثر میتونه باشه در زندگی تک تک من و شماها و امیدوارم که مسئولین ما هم بتونن قدم ها و گام های بزرگی وردارن که بتونن این علم فیزیوتراپی رو به جایگاه و استاندارد اصلی و فعلی دنیا برسونن چون شدنیه ما استعدادهای خیلی خوبی داریم افراد و همکارهای خیلی خوبی در انجمن فیزیوتراپی ایران در تک تک کلینیک ها بیمارستان ها های خیلی خوب داریم و نظام پزشکی ما ولی یه سری افرادی بایستی قدم هایی وردارن که الگو بشن برای بقیه و مطمئنم هم همکار ما این کارو خواهند کرد و در ایران هم فیزیوتراپی به جای خواهد رسید که از استاندارد بالای برخوردار باشه و بهترین کمک رو به تک تک این مریض از جمله قط نخایی بتونیم بکنیم خیلی خب برگردیم به بحث قطع نخوا. من یه فیلم دیگه کوتاهی هست که کلیپی میخوام دوستان نشون بدن که ببینید این مریضی که قطع نخوا شده برای پوشیدن یک لباس یا یک شلوار چقدر مشکلات داره معمولا این افراد در اون اول شاید نیم ساعت یه ساعت طول میکشه یک شلوار بپوشن و این شخص خیلی خوب توضیح میده که در اوایلش دقیقا یکی دو ساعت زمان میبرده تا لباساشو بپوشه اینجا این اومده با روش هایی که بهش یاد دادن و خودش پیدا کرده ببین این پا مشکل اصلی که تو این مریضی پیش میاد پارالایز در واقع اون از دست دادن عضو در واقع پا اونجا هست ولی نه حرکتی داره نه حسی داره مثل یه چوب پرت میکنه اون اونور اون الان میبینین تو کلیپ مشکل اصلی اینه که این پا در واقع هیچ استفاده ای نمیتونی ازش بکنی و این افراد میان با این طریق های مختلف به جایی میرسن که مستقل زندگی بکنن هیچ دوست ندارن ببینید الان پا میافته نمیتونه هیچ قدرت مایچه صفر در واقع نمیتونه خودش نگه داره و برای من شما که روزی ده دفعه لباس میپوشیم و در میاریم تصور همچین شرایطی غیر ممکنه برای همینه که من همیشه میگم خدا کنه هیچ کس هیچ وقت بیمار نشه ولی وقتی که بیمار شدین اون موقع است که اینا را تجربه میکنید و چرا ما بایستی به قول معروف بذاریم سرمون به سنگ بخوره بعد بیدار بشیم قبل از اینکه سرتون به سنگ بخوره بذارید یه کاری بکنید که خیلی از بیماری ها پیش نیاد از جمله یکی از دلایلی که خیلی از این افراد دچار قطع نخوا میشن رانندگی یا تحت تاثیر دراگ یا الکل رانندگی میکنن و این نتیجهشه و حالا ادامه فیلم رو نشون میدن همکارا ببینید که این چجوری لباسش رو تنش میکنه و میاد از تخت به ویلچرش اومدن هزار تا داستان داره و این اینجاست که متوجه میشیم این افراد چقدر تحت استرسن تحت فشارن تا یه لباس بپوشن از اون وقت غذا خوردنشون اگه ببینید اومد اینجا خودشو با دستاش رسوند بالای ویلچرش و بعد در ادامه میبینیم که بولیزش میپوشه منظور که این شخص الان از شکم به پایین داره میگه من هیچ ندارم هیچ قدرتی ندارم و با استفاده از یه سری در واقع استفاده کردن از تکنیک‌های تکیگاه تکگاه و غیره ببین الان میگه من شکمم به جلو میندازم بعد در همزم و پامو میکشم بالا که کفشمو پام کنم اینا را فیزیوتراپیست ها در اون روزهای اول لحظه به لحظه همراه شما هستن بهتون یاد میدن کارهایی را که شما بتونید به روی پای خودتون برگردین و تا جایی که میتونید مستقل بار بیاین چون هدف اصلی این مریض ها بعد از اینکه که به میان و میبرن چه بلای سرشون اومده اینی که مستقل بشن و این استقلال تا جایی میره که نه تنها در مقامات ورزشی و غیره مدال های خیلی بالای میارن بلکه به مقام های سیاسی کشور و غیره هم دست میابند چون میگم با اون تحولی که تو این مریض ها به وجود میاد یه انقلابی پیش میاد و به هر کاری هدفشون باشه میتونن دست پیدا بکنن که شاید من و شما نتونیم به اون دست پیدا بکنیم خب پس مسئله اصلی یکی اینه که مریض میخواست به فعالیت های روزانه خودش برگرده و اگه با این مریض ها صحبت کنید متوجه میشید که بعد 6 ماه یه سال دو سال میگن قشنگ من به همون چیزایی که قبل از تصادفم یا قبل از جراحتم انجام میدادم همشون دست یافتم و خیلی جاها بالاتر هم همونجور که گفتم میرن پس اینجور مریضی ها به هیچ وجه محدودیت نیست به ظاهر و از دید من و شما خیلی اینا محدودن ولی شما اگه براتون پیش اومده باشه به هر کدوم از این مریضا بخواین یک کوچکترین کمکی بکنید ویلچرشون رو هل بدین از یک جای خیلی ساده میگن لطفا دست نزن به من من خودم از پسش برمیام یا اینا یه سری تکنولوژی که خیلی به کمک اینا اومده که امیدوارم تو کشور ما هم پیشرفت کرده از ویلچرهای مختلف مدل های الکتریکی و غیره که تمام کارها رو برای اینا آسان میکنه حتی خیلی از اینا به رانندگی برمیگردن رانندگیشون میکنن 80 درصدشون که بهبود پیدا میکنن میرن سر کارشون با همون چون مغزشون کامله هوششون کامله هیچ مشکلی از گردن به بالا معمولا ندارن همونجوری که گفتم بنا به اینکه جراحت کدوم قسمت هستتون فقرات باشه مشکلات بی و بی حرکتی در یه سری از قسمت ها دارن بدترین نوعش اینه که همجه گفتن تو گردن باشه که تمام دو تا دست و دوتا پا از کار میفتن و هرچی میریم پایین تر دیگه میره اون اثراتش هم در واقع میره پایین تر با من مثال کسی که تو وسط کمر اینجا قطع داشته باشه معمولا پاهاش از کار میفتن و خیلی از اینا در اون دو سه ماه اول رکاوری پیدا میکنن چون ببینید اون مخصوصا اینایی که این کمپلیت یا خط ناقص داشته باشن با این حرکت های ورزشی و این تکنیک ها و فنونی که فیزیوتراپیست و دکترها و همکارای دیگه به اینا یاد میدن خیلی قدم بزرگی میتونن بردارن و خیلی از مایچه ها و حس هایی را که نداشتن میتونن در طی زمانی بهبودی پیدا بکنه و به بهترین وجه بتونن به زندگیشون ادامه بدن در کنار این مسائلی که توضیح دادم مسئله اصلی اینه که شما اهداف مشخصی داشته باشین و حالا این اهداف میتونه کارتون باشه و ارزش باشه هر کاری را که برای خودتون برنامه ریزی بکنین میتونین در حد خودتون برین جلو و اونجا دیگه بستگی به خود شما و اینکه چقدر مقید هستیم به کجا برسیم بستگی داره و اون تحولی که روی شما ایجاد شده و میگم اکثر اینا موفق تر از قبلشون میشن البته البته این بستگی خیلی زیادی داره به شرایطی که نظام سلامت برای اینا ایجاد میکنه اگه دکتر خوب بالا سر اینا نباشه اگه فیزیوتراپیست خوب بالا سر اینا نباشه یا به جای اینکه دو ماه فیزیوتراپی بره یک هفته فیزیوتراپی بره یا به جای اینکه چهار تا رشته پزشکی دیگه با اینا ویزیت بکنن هیچکی اینو نبینه پس ببینید خیلی شرایط میتونه فرق بکنه بنا به قانون ها و مدالیتی ها و گایدلاین ها و در واقع پروتکل هایی که نظام سلامت برای اینجور بیماری ها داره معمولا اکثر بیمارستان ها برای اینجور بیماری ها یک سری پروتکل دارن که بر مبنای اون قدم به قدم میرن جلو و شخص را بعد دو هفته شش هفته هر چقدر که نیاز داشته باشه از بیمارستان به یک حدی میرسونن و مرخصش میکنن در ادامه بحث میخوام یک فیلم های دیگه ای براتون نشون بدم که اونم باز راجع به یه سری فعالیت ها و مدالتی هایی که فیزیوتراپیست ها برای این افراد نشون میدن و یه توضیحاتی رو براتون اضافه تر خواهم گفت خب اینجا یه سری نوشته ها رد بشن ببینید افراد وقتی که با این بیماری سر و کار دارن در اون اوایل خیلی خیلی سخت کار کردن با اینا و این کارو میتونم بگم واقعا فیزیوتراپیست ها از جون مایه میذارن وقتی که در همچی شرایطی ببینید این شخص هیچ قدرتی تو پاهاش نداره دو نفر دارن باهاش کار میکنن با اون همه هایی که این از بریت های مختلف تو زانو و غیره یا اینو ببینیم با چه سیستم هایی از این جور چیزا شروع میشه خیلی یواش یواش قدم به قدم میرن جلو میرن جلو ببینید اینا همه با اسیست در واقع فیکس کردن دست رو این برابر که بتونن خودشو نگه دارن مهم اینه که اون حرکت رو به هر طریقی شده حالا یا پاسیو با دست یا اگه نشد با سری دستگاه های پاسیو یا با کمک دو سه نفر و یا یه شخصی که میتونه در این حالت بتونه مرتب فیزیوتراپی مداوم داشته باشه ببینید این تفلک الان پاهاش فلجه ولی ببینید با تمام قدرت داره رو میکنه و این مطمئنا نتیجه میگیره و تمام اینا اگه این فیلم ها زیادن توی یوتیوب میتونید برین خودتون نگاه کنید که نه تنها روش های مختلف درمان و تراپی فیزیوتراپی ها رو میبینید بلکه یک نوع الگویی میشه برای خیلی از شما هایی که این بیماری رو دارین خود نکرده و بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید ببینید این الان ماشه های شکم رو داره روش کار میکنه اون فیزیوتراپیست در اون حالت نگه داشته چون هیچ بالانسی نداره هیچ نمیتونه پاهاش خودش اونجا نگه داره و ماشه های شکم رو تقویت میکنه یا در اینجا میبینید که نحوه نشستن و برخواستن روی ویلچر و اینا رو به یاد میده با اون پلی که اونجا هست خیلی کمک خوبی میکنه تو مریض ها در تو مرحله اول و از این تکنیک ها زیاده نمیخوام وقت رو بگیرم وقت من کم کم داره به پایان میرسه یک توصیه که به شما میکنم هیچ وقت ناامید نباشید اگه خدا نکردین این مریضی رو دارید با تمام قدرت ریلکس باشید پیش اومده متاسفانه وقتی پیش اومد نمیتونیم دیگه کاری بکنیم مهم اینه که از این به بعد شما چه کار میتونید بکنید و هیچ محدودیتی برای شما نیست شما میتونید به جاهای خیلی بالاتری برسید ببینید پاهاش کاملا فلجه الان اینجا دقت بکنید وزنه به این سنگینی را و ببینید بردش بالا این یه روزه به اینجا نرسیده این این سالها کار کرده دقت بکنید ببینید پاهاش هیچ رمقی ندارن با دستش پاهاشو بلند میکنه و میذاره پایین که بعد بره روی ویلچر پس ببینید مریضی با اینکه خیلی از محدودیت ها پیش میاره برای همه افراد ولی هیچ مریضی من جمله قطع نخایی محدودیت نیست مهم این مانسیت شماست اینکه که شما چجوری زندگیتون رو نگاه کنین و شما چقدر قوی و قدرتمند باشین که بتونید به این اهداف اه 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 برسید افرادی که توی شاخه پزشکی هستن با این مریض ها خیلی زیاد سرکار دارن ما اینا رو خیلی زیاد میبینیم از لیول های مختلف و شرایط مختلف هیچ وقت نامید نباشید خدا کنه برای هیچ که این مریضی ها پیش نیاد ولی خیلی از اینا رو میشه پیشگیری کرد از پله میریم پایین متوجه باشین که قلط نخوریم پایین رانندگی میکنید متوجه باشید که حواظ سرعت بالا نرین خلاف نکنید چون یه لحظه قفلت یک عمر پشیمانی اینو بارها شنیدیم ضربا مسئله های خوبی داریم ما ولی متاسفانه متاسفانه خیلی از ماها عمل نمی کنیم. امیدوارم که با دیدن این برنامه بتونیم با یک کم به خودتون بیشتر برسین به سلامتتون اهمیتی بیشتری بدین چون وقتی که دیر شد دیگه متاسفانه دیر شده و مهمترین کاری که من از شما درخواست دارم اینه که به پیشگیری نه تنها از تصادفات بلکه از خیلی از مریضی های دیگه بپردازید و زندگی سالم و خوبی داشته باشید به با آخر برنامه رسیدیم امیدوارم که همه صحیح و سالم باشین و بهترین دعایی که میتونیم برای همدیگه داشته باشیم آرزوی سلامتی است برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم تا برنامه بعد خدا نگهدار روز و شب خوش